بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته کسی که عالمان و رهبران را در حلال دانستن حرام ها و حرام دانستن حلال های الله اطاعت کند پس آنها را ارباب گرفته است اکنون حالت های اطاعت عالمان و امیران در معصیت الله سبحانه و تعالی یکم کفر اکبر یعنی آنها را از روی راضی شدن به قول آنان پیروی کند آن را تقدیم کند به حکم الله غضب کند پس هر که نازل کرده الله را نپسندد کافر شود و این چنین اگر اعتقاد کند که حکم آنها به حکم الله برابر است یا از آن بهتر است کافر شود دوم اینکه کفر اصغر و خطر بزرگ است نزدیک است که در کفر اکبر واقع شود آنها را پیروی کند در حالی که به حکم الله راضی است و عالم است که آن برای بندگان و شهر صلاحیت ناکتر و بهتر است ولیکن آن را برای خواهش نفسش اختیار کرده است مثل که منصب را بخواهد و هرگاه حق مسلمان را به آن گیرد ظالم می شود سوم در این بیان است به این که آنها را از روی جهل پیروی کند و گمان کند که آن حکم الله است یکم دانستن حق را به نفسش قدرت دارد پس او مقصر است و گناهگار است دوم عالم نیست و امکان تعلیم گرفتن را ندارد پس آنها را تقلید می کند و گمان میکند که این حق است پس بر وی چیزی نیست و وی عذر دار است دلیل یکم از ابن عباس رضی الله عنهما که گفت می ترسم از آسمان به شما سنگ ببارد میگویم رسول الله صلی الله علیه و سلم چنون گفته است آنگاه شما میگوید ابوبکر و عمر رضی الله عنهما چنون گفتند دلیل دوم امام احمد میگوید من از قومی که حدیث صحیح را میداند و به سخن صوفیان چنگ میزنند تعجب میکنم مگر نشنیدند که الله میفرماید پس آنان که فرمان او را مخالفت میکنند باید بترسند از اینکه فتنه آنها را فرا گیرد یا عذاب دردناک به آنها برسد آیا میدانی فتنه چیست مراد از فتنه شرک میباشد زیرا کسی که سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم را رد بکند ممکن است که در دلش انحراف به وجود بیاید و هلاک بشود در حدیث آمده است که ابوبکر و عمر گفت از ابوبکر و عمر دانسته نشده است که آنها دلیل را به رأیشان مخالفت کرده باشند فرمود که امر او را مخالفت میکنند یعنی از روی بی‌نیازی و اهمیت ندادن از امر او رو میگردانند اکنون در تقلید بر سه قول اختلاف کردند قول یکم تقلید واجب است زیرا اجتهاد به موت چهار امام بسته شد دوم مطلقا حرام است تقلید مطلقا حرام است قول دوم تقلید مطلقا حرام است زیرا در قبول قول کسی است که قولش حجت نیست پس به کسی تقلید میکند که به دین و علمش باوری دارد و در همه مسئله ها سخن او را میگیرد و دنبال رخصت ها نمیشود دلیل سوم از عدی ابن حاتم روایت است که او رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنید که این آیت را یعنی اهل کتاب دانشمندان و راهبان خود را معبودهای در برابر الله قرار دادن و مسیح ابن مریم را یعنی این آیت را خواندند عدی ابن حاتم گفت ما آنها را پرستش نمی کردیم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند مگر آنها حلال های الله را حرام و حرام های الله را حلال نمی کردند و شما از آنها قبول می کردید
گفتم بله. فرمودند همین از پرستش آنها. روایت احمد و ترمذی، حدیث حسن. فرمودند که اخبارشان، یعنی عالمی که علمی وسیع دارد، و فرمودند که رهبانشان، یعنی عابد و زاهدشان، و فرمودند که ما آنها را نمی پرستیدیم، یعنی ما برای آنها سجده و رکوع نمی کردیم و ما ذبح نمی کردیم و برای آنها نذر نمی کردیم، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم برای او بیان کردند که معنای عبادت و طاعت بندگی قید شده است. اکنون مسئله های این موضوع، یکم تفسیر آیت سوره نور که الله فرمود پس آنان که فرمان او را مخالفت میکنند باید بترسند. دوم تفسیر آیت سوره براءت، یعنی اهل کتاب، یعنی دانشمندان و راهبان خود را معبودهای در برابر الله قرار دادند. سوم آگاه ساختن به معنای عبادت، چیزی که عدی آن را انکار کرد، پرستیدن آنان به طاعت. چهارم ابن مسعود، ابو بکر و عمر رضی الله عنهم و احمد و سفیان را به عنوان مثال ذکر کردند. پنجم تغییر حالتها به قدر دیگرگون شده که بهترین عمل عبادت است. از پرستش پیشوایان دینی به نام ولایت و پرستش عالمان به نام فقه و دانش، وضعیت تا به جای رسیده که بسیاری از جاهلان انسانهای غیر صالح پرستیده شدند و پرستیده شد به معنای دوم، یعنی طاعت و پیروی کرده شد کسی را که از جاهلان است. پس بر ما حذر کردن لازم است و دانستن اینکه شریعت الله را حمایه کردن واجب می باشد و هرگز یگان کس در حلال گرداندن آن چیزی که الله حرام گردانده است یا حرام گرداندن آن چیزی که الله حلال گردانده است اطاعت کرده نمی شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.